دستگیری و هر شلاق و هر اعدام، دستگیری ها و شلاق ها و اعدام های مضاعف بعدی را طلب می کند. قهرمانان و پیشتازان نبرد چون پولاد سیغل می خورند و آب دیده می شوند. مبارزه و مقاومت سازمان یافته مردم ایران گام به گام تکامل پیدا می کند. 32 سال تبلیغ و توطئه و سرکوب و زد و بند، حتی با بکار گرفتن امکانات 12 دولت، با مهیب ترین بمباران ها با سنگین ترین حملات و پرونده سازی ها با محبوس کردن 8 ساله مجاهدان اشرف، با محاصره ضد انسانی 2 ساله و با 180 بلندگوی شبان روزی طی 1 سال به منظور شکنجه آنها، نه فقط به جایی نمی رسد، به عکس بالا بلند ترین و پرشکوه ترین پایداری تاریخ معاصر را رقم می زند. سمبول والای مقاومت در سطح بین المللی. اشرف که devenu un formidable symbole de la résistance au plan international. سنگر اصلی آزادی برای مردم ایران. Mullah's proxies in Iraq are trained to silence the Iranian people by destroying Iran's main bastion of freedom, Camp Ashraf. دژ استوار آزادی با نقشی بی‌بدیل و تاریخی، مکانی مقدس که با ارزش‌های ماورای معنوی وارد تاریخ شده است. Ashraf, luogo sacro reso sacro dalla presenza dei vostri martiri. سمبول و کشتی امید به آزادی که امواج یأس و ناامیدی را در هم می‌شکند. یک استاندارد و الگوی اخلاقی و نمونه ای برای خلق های سراسر جهان. اشرف سیتی is a boat of hope breaking against the waves of despair. And Ashraf City is overall a moral standard, a moral reference and an example for the whole world. رمز امید و آزادی در مقابل یکی از وحشی ترین رژیم های روی کره زمین. It's a voice that drifts over the desert sands, crosses that border into Iran itself and gives those people renewed heart, spirit and determination to stand up to one of the vilest regimes on this planet. شهری که در آن آرمان های دموکراتیک مردم ایران سمبولیزه می شود. Les aspirations démocratiques du peuple iranien symbolisées par la population de la ville d'Ashraf. و نه تنها مبارزه ای برای آزادی مردم ایران، بلکه در این حال مبارزه ای برای اسلام روشنایی. Vous menez un combat pour le peuple iranien, mais vous menez aussi un combat pour cet islam de lumière. اشرف می ایستد و دنیایی را به ایستادگی برمی انگیزد. اکثریت ها و نمایندگان منتخب بیش از 1 میلیارد مردم دنیا به حمایت می آیند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در گام های شگفت و نامتصور فضای سیاسی جهانی را در هم می شکند و به سود مردم ایران و پیشتازان آن تغییر می دهد. اکثریت مجمع پارلمانی شورای اروپا که مجالس 47 کشور را نمایندگی می کند،
به موقعیت قانونی مجاهدان اشرف تحت کنوانسیون چهارم ژنو گواهی می‌دهند و با استناد به حکم دادگاه اسپانیا و اساسنامه دادگاه بین المللی جنایی کشتار و حملات مالکی و رژیم در اشرف را جنایت جنگی می شناسند. به انحلال کمیته سرکوب و به پایان دادن فوری شکنجه مجاهدین با 180 بلندگو در اشرف فرا می خوانند. زمین و زمان علیه دیکتاتوری به لرزه در آمده است، با این تفاوت که ابعاد دیکتاتوری و سرکوب و اعدام در حکومت سیدعلی به نسبت بن علی تفاوت گنبد و گردوست. انگار همچنان که در قرآن آمده است، مرتجعان حق ستیز و دین فروش می‌خواهند نور خدا را با دهانهای آلوده خود خاموش کنند، اما اراده‌ای بسا فراتر مصر است که این نور را به اتمام و کمال برساند. خونهای بر زمین ریخته علی صارمی، برجسته‌ترین زندانی سیاسی مقاوم ایران با 24 سال زندان، و قهرمانانی همچون جعفر کاظمی و محمد علی حاج‌آقایی به ترتیب با 11 سال و 7 سال سابقه شکنجه و زندان، پرتوهای درخشان همین نور را بازتاب می کنند. سلام بر آنان. بله، ما برانیم که فلک ارتجاعی حاکم بر میهن اسیر را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. می کشیم از دهن گرگ برون انقلابی که به سرقت بردند. اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر. اما خدا روزگار هیچ خلقی را تا آن زمان که خود بر نخیزد و قیمت ندهد تغییر نمی دهد. آزادی را رایگان به کسی نمی دهند. حق ملت ایران فقط گرفتنی است. کسی آن را در یک سپید دم رویایی به ما هدیه نخواهد کرد. در مسیر همین آزادی خواهی و حق طلبی است، در محاربه با همین نظم و نظام پلیدی و یزیدی است، در جنگ با دیکتاتوری منفور مذهبی و دعی ابن دعی خامنه ای است که رشته های همبستگی و وحدت سرشته می شود، پیوند می خورد
و هرچه مستحکمتر می شود. Shoot, shoot, shoot.